گیاه انگلی زردپیچک که آب و مواد غذایی گیاهانتان را جذب کرده و آنها را از بین میبرد چطور کنترل میشود؟ ساده ترین و بهترین روش کدام است؟ تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید تا به طور کامل از دست این مرض خطرناک خلاص شوید. سلام خدمت همه شما دوستان و بینندگان عزیز، به کانال باغبان آزاد خوش آمدید. زردپیچک با جذب آب، مواد غذایی و املا باعث ضعیف شدن و در بعضی از موارد موجب خشک شدن و نابودی گیاه میزبان می شود. عامل مهم در پراکنش زردپیچک تولید بذر است. دوره گلدهی و تولید بذر زردپیچک طولانی است و از 3 تا 5 ماه به طول می انجامد و گیاهان آلوده به زردپیچک و حرکت نامحدود دام در مناطق باعث گسترش زردپیچک می شود. آب ضمن عبور از کانال های مملو از علف های هرز مبتلا به زردپیچک بذر آنها را با خود در مزارع منتقل می کند و باعث آلودگی این مناطق می شود. بذر زردپیچک به دلیل داشتن پوسته خارجی سفت و بسیار محکم می تواند بین 10 تا 20 سال در زمین زنده بماند. این بذرها در بهار و در دمای 15 تا 39 درجه سانتیگراد و در عمق کمتر از 2 سانتی متر جوانه می زنند و برای جوانه زنی نیازی به حضور میزبان ندارند. پس از جوانه زنی ساقه های ظریف و زرد رنگ ایجاد می کنند که خود را به میزبان می رسانند و در صورتی که نتوانند خود را به میزبان برسانند از بین می رود. شما می توانید برای پیشگیری از این مرض خطرناک چند اقدام مناسب را انجام دهید، مثل استفاده از بذرهای عاری از زردپیچک، استفاده از کود حیوانی کاملا پوسیده و غیر آلوده و جلوگیری از انتقال بذر زردپیچک با پاکسازی ابزار و ماشینالات و تمیز کردن کانالهای آبیاری قبل از به گل نشستن گیاه انگلی زردپیچک تا حدود زیادی از ورود این انگل به مزرعه جلوگیری میکند. از بین بردن علفهای هرز مزرعه و باغ، چون علفهای هرز واسطه مناسبی برای انتقال زردپیچک به محصول هستند که مانع گسترش این انگل از یک مزرعه آلوده به منطقه پاک می شود و به محض مشاهده یک منطقه آلوده به زردپیچک باید قبل از به بذر نشستن آنها به هر طریق ممکن آنها را نابود کنید و انگلهای جمع آوری شده به محل دور از مزرعه منتقل یا سوزانده شود. و اگر دیگر کار از کار گذشته و مزرعه یا باغ شما به این مرض خیلی خطرناک گرفتار شده، شما می توانید بعضی از اقدام های دیگر را انجام دهید، مثل شخم عمیق زدن در کشت های ردیفی، مثل چغندر قند و حذف دستی زردپیچک در اوایل اتصال به گیاه میزبان مؤثر است و بهتر است قسمت از ساقه گیاه میزبان آلوده به زردپیچک در فاصله 3 تا 5 سانتی متر محل اتصال هرس و چیده شود. و اگر درختان یا بوته های شما به این مرض مصاب است، شما می توانید یک یا دو شاخه پایین که آلوده است آنها را قطع کنید. هر قطعه از زردپیچک که باقی بماند به تنهایی می تواند رشد کند و آلودگی را باز هم به وجود بیاورد. به خاطر همین وقتی که آنها را می کنید باید در محل دور از محصول جمع آوری و روی آن خاک ریخته شود یا بهتر است سوزانیده شود تا بذرهای موجود نیز از بین بروند و روش آفتابدهی هم تا حدی بتواند این گیاه را کنترل کند، ولی به دلیل پوسته زخیم بذر درصدی از آنها در خاک سالم میماند. در صورت آلودگی بیشتر لازم است منطقه آلوده توسط شعله افکن و یا وسایل مشابه سوزانیده شود. و اگر نتوانستید با استفاده از این روش ها آنها را از بین ببرید، شما می توانید از سم استفاده کنید که می توانید از سم های مثل داکتال و رانداب استفاده کنید و آنها را از بین ببرید. جهانی سپاس که تا این دم با ما همراه بودید. امیدوارم این ویدیو برای شما مفید واقع شده باشد. برای ویدیوهای بیشتر و حمایت از ما حتما ویدیو را لایک کنید و کانال را هم سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی ما باخبر شوید. تا ویدیوی بعدی، خدایا رو نگهدار.